مجموع داستان کوتاه کردن موی مرده نوشته چیستا یسروی قسمت ششم و پایانی داماد برای عروسی یکی از اقوام دور آمده بودیم عروس خیلی زیبا بود زیباترش هم کرده بودن با آن لباس و موی بلندی که برایش درست کرده بودن اتاق عق پر از بچه بود همه منتظر بودیم نقل و پولک و سکه و منجوخها رو که روی سر عروس و داماد بریزن برای جمع کردن قنیمت حمله کنیم من یک دستم در گچ بود و می دانستم قنیمت زیادی نصیبم نخواهد شد بالاخره خود به شد و زمانش رسید بچه ها با فریاد سرخ به طرف زمین هجوم بردن. شاباش و سکه بود که زمین را پر می کرد. دست چپم درد می کرد. تنهایی با دست راست و مشت کوچک شش سالهام خیلی نمی توانستم قنیمت جمع کنم. تا اینکه دیدم یه نفر کنارم خم شد. بوی کف دریا با عطر یاس و مریم درامیخت. داشت سکه رو جمع می کرد و کف دست من می ریخ. گفتم اه شما دامادید؟ گفت بله. گفتم یعنی چه نسبتی با من دارید؟ گفت نمیدونم اما یه دستت بانپیچیه برای قنیمت کمک میخوای. زن میان سالی داد زد اوا شهریار برای چی خم شدی رو زمین؟ لباس سفیدت کثیف میشه عروس زیبا چیزی نمیگفت فقط عقب کرده بود و به ما نگاه نمیکرد داماد یا آقای شهریار تا تونست سکه در دامن و جیب پیراهنم ریخت گفت فامیل عروس هستی گفتم نه فامیل داماد اسمت چیه چیستا چیستای اسربی رنگ از روی داماد پرید مادرش فریاد زد شهریار بیا بریم دیگه پسرم استمیرا خسته شده اونقدر تند رفتن که فرصت نشد تشکر کنم از همه بچه ها بیشتر قنیمت داشتم دامن و جیبان پر از سکه بود بچه ها چش دیدنمو نداشتن چون داماد زیبا با موی بلوتی و چشمان درشت و مهربانش آنها را برایم جمع کرده بود هنوز بوی عطرش روی سکه ها بود. شب که به خانه برمیگشتیم پدرم گفت چرا ساکتی؟ گفتم بعد از آدم عاشق داماد یکی دیگه بشه؟ گفت نکنه عاشق شهریار شدی؟ گفتم خوش به حال زنش. هم خودش خوشگل بود هم شوهرش. داماد کلی برای من سکه جمع کرد. پدر نزدیک بود بره توی دیوار. گفت سکه؟ می دونست تو کی هستی؟ گفتم اولش نه ولی اسمم به او گفتم پدر, پدر گفت اون چی گفت؟ گفتم هیچی دیگه رفت پدرم گفت بچه که بودیم مسابقه از سواری می دادیم. پدرش امیر سرکیس کن عمدی منو از روی اسبم پرت کرد پایین برای ارث مطمئنم میخواست بمیرم بیاد خواهرم و بگیره. هیچ وقت کمرم خوب نشد. الان پدرش فوت کرد. گفتم چیزی نیست که بچه بودید. بده آدم عاشق داماد یه عروس بشه؟ پدرم گفت بله بده. گفتم چه کنم؟ از فکرم نمیاد بیرون. الان کجا میرن؟ پدر گفت خونه داماد. خصوصی ترها میزنن میرخسن بعدا هم میرن گفتم ما خصوصی ترها نبودیم؟ گفت نه خیر من و پدر خدا بیامرزش همیشه رقیب بودیم یه فامیلی دور بوی عطر داماد کف دستم روی سکه عرق کرده بود گفتم حالا بعد آدم تو دلش ته ته دلش عاشق داماد یکی دیگه بشه؟ پدرم گفت که چی بشه؟ گفتم هیچی کمکم کرد سکه جمع کنم آدم فقط عاشق شه هیچ جا نگه هیچ کار بدی هم نکنه پدرم گفت تو خلی بابا همین چند روز پیش دیدمش چهارده سالی از من بزرگتر بود اما تا در تاکسی کنارم نشست شناختمش او مرا با عینک تیره نشناخت عجیب هنوز بوی کف دریا و عطر مریم میداد به مقصد رسیدیم ناگهان متوجه شد کیف پولش را جا گذاشته کلی از راننده عصبانی عذرخواهی کرد من گفتم من حساب میکنم آقای شهریار جا خورد هنوز نشناخته بود گفتم من چیستا هستم گفت همون که دستت بان پیچی بود میدونی پدرامون به خونه هم تشنه بودن؟ دو رقیب قدیمی من و تو که نمیخواستیم اونا با هم بد باشن یا پدرت از اسب بیفته پس بیخیال گفتم اینجا زندگی میکنید؟ گفت آره یه خونه قدیمی دو تا بچه هامون الان رفتن خارج در این خونه بزرگ تنهاییم گفتم یه سوال بعد آدم در ذهنش عاشق داماد عروس دیگه ای بشه؟ گفت منم یه سوال بعد آدم بخواد دخترش شبیه یه دختر دیگه بشه؟ یه دختر مهربون درس و با نمک؟ گفتم نه گفت پس جواب تو هم نه گفتم پس احساس گناه نکنم آخه اون شب خیلی خوشگل شده بودید این همه هم به من کمک کردید. منم راستش یواشکی عاشقتون شدم. شب خواب دیدم خودم لباس عروسی پوشیدم. نشستم کنار شما. گفت تو هم معصوم شده بودی؟ منم از خدا خواستم یه دختر مثل تو به من بده. گفتم داد؟ گفت شوهری مثل من به تو داد؟ هر دو خندیدیم. یه چای با ما میخوری؟ گفتم خانومت ناراحت نمیشه؟ گفت تا وقتی عشق آدما به همدیگه صدمه نزنه هیچ کس نباید ناراحت بشه. دل آدم برای هزار جور عشق جا داره. بریم داخل. مجبور شد دستم رو بگیره. کف حیاتشون رو کنده بودن. بی اختیار دستم رو به سمت صورتم بردم. بوی مریم و کف دریا میداد. گفتم مرسی که دوام نکردید عاشقتون شدم. دو هفته عاشقتون بودم بعد نمیدونم چرا یادم رفت اما اون دو هفته عالی بود لبخند زد و کمک کرد وارد شوم گفت عشق هر جوری که باشه یه جایی کمکه ببین تو امروز پول تاکسی منو دادی نه عیب نداره آدم در دلش عاشق خیلی آدم ها بشه خوش اومدی هنوز وقتی میخندید گونهش چال میافتاد گفت بفرما چه خوب بود که این مرد دو هفته خوشبختی در دنیای عجیب کودکانه هم به من داده بود همه پولهای تاکسی جهان در برابرش هیچ بود دوست داشتن حتی دوست داشتن عتیقه های چهل سال پیش چقدر خوب است یک جا یقه آدم میگیره و دوباره حال آدم رو خوب میکنه و جهان زیباتر میشه و اکسیژن بیشتر مرسی داماد داماد همیشه زیبا داستان بعدی مینا برای دوران کارآموزی واحدهای عملی بیمارستان مرا تعیین کردند خیلی دور بود اما برای گرفتن لیسانس روانشناسی بالینی باید آن دوره را میگذراندم به هر کس یک بیمار میدادند نوعی کیس هیستوری یا مورد درمانی بود. باید با او کار میکردیم. بیمار من 25 سال داشت. من 21 سال. نوع بیماریش مانیک دیپرسیو و ها تشخیص داده شده بود. یعنی جنون شیدایی. مدتی افسرد و بی حرکت و مدتی آنچنان پر انرژی و پرخاشگر که شیشه ها را با مشت و لگد می شکست و او را به تخت می بستن. تحت درمان دارویی بود. دکتر شیفت ما رزیدنت روانپزشکی جوانی بود. شیک و کمی مغرور. شاید چون روانپزشکی خوانده بود و من روانشناسی. اسم بیمار من مینا بود. پروندهش را خوانده بودم. یک خانواده فقیر که او را زود از مدرسه بیرون آورده بودند تا کنار مادرش کارگری کند. شب ازدواج برادرش شانزده ساله بود. حوز حیات یخ بسته بود. بر روی حوز منجمد شروع به رقصیدن کرده بود و آنقدر بیقرار رقصیده بود که لایه یخ شکسته و داخل حوز افتاده بود. ادهی وحشت کرد و ادهی خندیده بودند، اما او شوکه شده بود و فقط جیغ میکشید. دکتر صادقیان جوان وقتی اینها را گفت اشاره کرد البته این فقط عامل آشکارساز بیماری بود. این بچه از کودکی آسیب دیده بود. در پروندهش بعضی نکات نوشته شده. بخوانید. گفتم خب من با او دقیقا چه کنم؟ تحت کنترل داروست. گفت همون کاری که به خاطرش کارورزی اومدید. من که استادتون نیستم. با خودم گفتم چه پر و بد اخلاق. بعد سراغ مینا رفتم. غمگین گوشه تختش نشسته بود و پفک نمکی میخورد. تا مرادی پفک را زیر پتو قایم کرد. گفتم بخور موردی نداره. گفت یکی از پرستارا یواشکی از بیرون برام میخره. پفک میخورم تا خودم به خودم کمک کنم. چون حالمو خوب میکنه. از بچگی حالم که بد میشد پفک میخوردم. در پرونده او چند مورد کودکازاری از سوی اقوام نزدیک بود. اما یک حلقه گم شده هم وجود داشت که دکتر صادقیان نتوانسته بود پیدا کنه یک بار مینا به من گفت عاشق شدی تا حالا؟ گفتم آره ولی اینجا نیست. گفت کجاست؟ گفتم بوسنی. گفت نمیدونم اینجا که گفتی کجاست اما حتما رفته زن بگیره و برگرده. گفتم نه عزیزم حالا تو آروم باش گفت چرا دکتر به من محل نمیذاره؟ چون خوشگل نیستم؟ آخه با این پیژامه که پامو کردن کی خوشگله؟ گفتم محل میذاره ولی دکترها خیلی با بیمارها صمیمی نمیشن. گفت نه خیرم خودم دیدم برای اون چش سبزه آنا خیلی وقت گذاشت. نوبت من که شد در پنج دقیقه دارم و نوشت فرستادم بیرون. مثل همه آدم های عمره. ناگهان فکری به ذهنم رسید. بیشتر بیماران این بخش از کمبود توجه اطرافیان و خانواده می نالیدن. دکتر قد بلند، سبزه و خوشتیب و چشمان پرستاران زیادی دنبالش بود. شنیده بودم که هفته دیگه تولدش است و پرستاران میخواهند برایش جشن بگیرند. یاد داستان سیندرلا افتادم. فقط یک چوب جادو کم داشتم. به یکی از بیماران که قبلا آرایشگر بود گفتم من وسایل آرایشی بخرم میتونی یه دستی به سر و روی مینا بکشی؟ گفت بند خدا ابروهاشم بر نمیداره. میتونم عروسش کنم برات. برای چی فقط؟ در این خراب شده؟ گفتم یه نقشه ای دارم. میدونستم که دکتر مجسمه های کوچک جمع میکنه در اتاقش دیده بودم یه پرنده کوچک برونزی سفارش دادم با چشمان عقیق سیاه رنگ چشمان مینا بعد وسایل لازم را خریدم مینا خیلی رنج کشیده بود کمی محبت دکتر را نمیکشت از غرورش هم کم میکرد براش لازم بود با اون اتکلونش که بخش و مدحوش میکرد افت خانم آرایشگر کارش عالی انجام داد. مینا آنقدر قرص خورده بود که آرام باشد. ده بار صحنه هدیه دادن به دکتر را با او تمرین کردیم. درست مثل فیلم سیندرلا. وقتی همه پرستارها و بیمارها آمدند و رفتند، نوبت مینا بود و من به او گفته بودم چه کند. کیک را بریدن. دکتر از همه تشکر کرد و سیل هدیه بود که به سمت او می آمد. اما انگار دکتر شاد نبود. حس کردم از بچگی خودخور و عبوس بوده. من بی توجه به او گوشه نشستم و مجله ای را ورق زدم. حتی تبریک هم نگفتم. دکتر خودش جلو آمد. سر حرف را باز کرد. مینا کجاست؟ گفتم نمیدونم. دکتر سرگردان اطرافش را نگاه کرد. ناگهان میرا را دید که با لباس زیبایی که برایش آورده بودم و آرایش افت خانم با وقار جلو آمد. درست مطابق تمرین مقابل دکتر خم شد و گفت در آفتاب و شب تردید کن دکتر نجات بخش من ولی در عشق من تردید نکن. جمله معروف حملت بود و بعد هدیه دکتر را مثل شاهزاده خانم ها مقابل او گرفت. دکتر سرخ شد گمانم برای اولین بار در عمرش هول کرده بود. من افت و عده ای کف زدیم. دکتر پرنده برونزی را که دید لبخندی زد. کمک کرد مینا از زمین بلند شود و گفت خیلی ممنونم مینا خانم. قافل گیرم کردی؟ من طبق نقشه قبلی و با بدجنسی گفتم دکتر چرا سرخ شدید؟ گفت اینجا از بس گرمه و با کاغذ کادوی مینا شروع به باد زدن خودش کرد. من و افت لبخند زدیم. دکتر در حالی که پرنده مینا را روی قلبش چسبانده بود گفت از لطف همتون ممنونم. اما هیچ وقت محبت و هدیه مینا را فراموش نمی کنم. بهترین ای که در عمرم گرفتم. پدرم یکی شبیه اینو داشت. گم شد. از آن روز توجه دکتر به مینا بیشتر شد. گاهی آدم فقط کمی توجه میخواهد. دکتر و مینا هر دو به توجه احتیاج داشتند. هر کدام به شیوه خودش. دکتر تمام موارد درمانی مینا را شخصا به عهده گرفت و حال مینا روز به روز بهتر میشد. و همه به دکتر تبریک میگفتند حتی پرستارهایی که خیلی از خشونت سابق مینا خوششان نمی آمد. مینا چهار سال بعد، پس از کلی معاینه و مصاحبه سالم تشخیص داده شد و از بیمارستان مرخص شد. رئیس بیمارستان بهبود تدریجی مینا را معجزه پزشکان بیمارستانشان میدانست. روان پزشکی مدرن و فقط من و دکتر صادقیان و افت می دانستیم که معجزه همان محبت و توجه خاص به مینا بود. شنیده بودم که مینا شاگرد یک آرشگر شده. مجسمه های دکتر هر روز زیاد و زیادتر میشد. از همکاران میشنیدم. انگار خودش را میان آن اشیاء بی جان حبس می کرد. چند سالی گذشت. دکتر هنوز عروسی نکرده بود اما دیگر لبخند زدن بلد بود. و به دلیل درمان موفق مینا و چند مورد مشابه مانند او رئیس دو بخش شده بود. با بیبارانش خوشبش میکرد و آنها هم دوستش داشتند. آخرین بار که به بیمارستان رفتم تا فردی را ببینم دکتر را تصادفی در راه پله دیدم. گفت آدرس مینا رو دارید؟ گفتم خودتونم که دارید دکتر؟ آدرس همه بیماران مرخص شده رو دارید؟ گفت من تنها خجالت میکشم. گفتم خیر باشه دکتر. گفت هر وقت چشای سیاه سنگی پرندهی رو که برام خریده میبینم دلم برای سادگیش و اون جشن تولد و جمله حملتش تنگ میشه. او سواد زیادی نداشت. چقدر خوب با او کار کرده بودی. عالی بازی کرد. گفتم حس واقعیش بود دکتر. بازی نبود. شاید کلماتو حفظ کرده بود. ولی حسش و دردش واقعی بود. شاید قیافش معمولی بود. ولی عاشق شما بود. دل او اصیل بود. دلی که این روزها کمتر پیدا میشه. تمام دل پرتپشش بود. وقتی جلوی شما به نشانه احترام خم شد، بازی نبود، حملت نبود. دکتر گفت، میخوام ببینم چقدر خوب شده، همین. گفتم همین؟ گفت، شاید به یه بستنی هم دعوتش کردم. گفتم حالا شد، میبرمتون اونجا. زمان گذشت مثل ترک های دیوار خانه پارسال بود که از همکار مشترکمان شنیدم دکتر و مینا یک سال از با هم ازدواج کردند و مینا حامله است بعد جنسا من رو دعوت نکرده بودند، خبرم نداده بودند. همکارم گفت دلخور نشو فقط محضر رفتن اونم در شهر زادگاه دکتر همه چیز عجله ای شد هیچ کدوم از ما نبودیم گفتم شوخی کردم حتی اگه من و یادشون رفته باشه اونا بخشی از زندگی من هستن که هرگز از یادشون نمیبرم دیروز شنیدم اسم دخترشون رو چیستا گذاشتن داستان بعدی یواشتر کنار پنجره نشسته بود من کنارش دو زن در اتوبوس تقریبا هم هم ورقه آزمایش را در جیبم لمس کردم. انگار میخواستم مطمئن شوم بچه هنوز همانجاست. انگار بچه در جیبم بود. دو ماه و نیم و من نمیدانستم بار دارم. مدام به ورقه آزمایش در جیبم دست میزدم. بچه سر جایش بود. یعنی الان یک نفر درون من نفس میکشید. غذا میخواست. محبت میخواست. مادر لازم داشت. من که هیچ کدام را بلد نبودم دوباره تهوع گرفتم خدایا دو ماه و نیم مهمان من آمده بود و من نمیدانستم همه میگفتند قرص معده بخور خوب میشی راینتیدین پشر راینتیدین که میخوردم و باز تهوع و نمیدانستم بچه راینتیدین نمیخواهد غذای خوب میخواهد آرامش مادر میخواهد عشق میخواهد آماده نبودم ترسیده بودم ناگهان زن بغلی هم گفت هیس حرف نزن فکر کردم بلند حرف زده بودم نه چون دوباره ادامه داد مگه نمیگم حرف نزن با خودم گفتم باز گیری دیوونه افتادم گفت مگه با تو نیستم حس کردم مهمان کوچکم در دلم مچاله شد سنگ شد ترسید انگار نفس نمی کشید. به زن گفتم من که حرف نمی زنم. زن گفت تو رو نمی گم. شوهرم رو می گم. الان داره حرف می زنه. صداشو می شنبم. گفتم گوشاتو بگیر که نشنوی. گفت فایده نداره. داد می زنه. می گه زن گرفتن تکلیف بود وگرنه نمی گرفتمت. چه کسی با توی ایکبیری ازدواج میکرد؟ نه پدر حسابی داری نه مادر. بچه دارم که نمیشی. دلم به اون خوش باشه. خب معلومه سرت زن میارم. خوبشم میارم. گفتم. از کجا میدونی اینا رو میگه؟ گفت. آره. میگه خیلی آدم حسابی بودی. مریم میخواستی. همین که یکی از کنار خیابون جمعت کرد. خدا رو شک کن. من به خدا کنار خیابون جوراب میفروختم برای خرج مادرم مریضه سرطان داره بابا من پیره دیگه نمیتونه بنایی کنه من خانواده دارم عاشقشونم مگه آدم پول نداشته باشه یعنی خانواده نداره مگه آدم بچه دار نشه آدم نیست زن نیست دل نداره دیگه دستم و در جیبم نکرد ایستگاه بعد باید پیاده می شدم. دهانم تلخ بود. زن محکم روی شیشه کوبید. باشه. هر چی تو میگی. اگه از روی تکلیف زن گرفتی طلاقم بده برم. لاقل کلفتی مادر بیچارم رو بکنم. پیاده شدم. میخواستم از وسط خیابون رد بشم. دیدم هنوز داره روی شیشه میکوبه. صداشو نمیشنیدم. چقدر شکل خودم بود. کلید انداختم چطور به او, به او بگویم بهتر است چطور خوشحالتر می شود بگویم به زودی پدر می شود. بی؟ تازه از خواب بیدار شده بود گفتم سلام آزمایشگاه بودم گفت زخم معده که نیست گفتم نه بچه است بچه دار شدیم پشتشو به من کرد تا صورتشو با حوله خوش کنه خیلی طول کشید تا برگرده به قول انشتن گاهی زمان به اندازه ابدیت طول میکشه حوله را آویزون کرد و گفت زود بود خیلی باورم نمیشه سکوت کرد ادامه داد ولی به هر حال بچه هم مثل ازدواج تکلیف است رفت صدای در یخچال آمد به آینه نگاه کردم گفتم دارم صدا تو میشنوم اونقدر بلند نگو گفت دیوانه شدی؟ من حرف نمیزنم گفتم ولی واقعا دارم میشنوم بس دیگه نگو ورقه آزمایش رو از جیبم در بردم. به آن خیره شدم بچه عشق میخواست پدر و مادر میخواست تکلیف نبود کاش میتونستم گوشای بچم رو بگیرم داستان بعدی شوالیه هوای کاپفی شاب داغ بود دخترک به زور می توانست از لابلای آن همه دود سیگار آدمها را تشخیص دهد زیاد اهل کافه نبود این بار دوم یا سومش بود که با هم کلاسی هایش آمده بود آنقدر آنجا سر و صدای جوان با موسیقی لیلی سیناه جازی آمیخته شده بود که صدای بغل دستیش را هم نمی شنید. بالاخره نوبت میز آنها رسید. پسری قد بلند با موهای بلند قهوه‌ای فرفری و چهره جدی جلو آمد تا سفارششان را یادداشت کند. دختر حواسش پرت شد. چقدر این چهره برایش آشنا و باستانی بود. انگار از وسط یک کتاب تاریخ جنگجویان قدیمی بیرون آمده بود. بی اختیار یاد سهراب، سیاوش، آرش و اشعار فردوسی افتاد. انگار پسرک با جلیقه مشکی زیبا و بوی تلخ و خوب اتکلونش همین حالا از وسط کتابهای تاریخ ایران، یونان یا روم باستان بیرون آمده بود. یا از وسط شاهنامه. و هنوز بوهایش بوی اساتیر میداد. اما با لباسهای امروزی. چقدر جذبه و وقار در ایستادنش بود. انگار نه منتظر سفارش آنها که منتظر پایان جهان بود. تمام دوستانش سفارش, های سفارش را دادند. هنوز فقط دخترک بود که به جای لیست خوراکی ها به پسر نگاه میکرد. پسر از زیر چشم نگاهی به او انداخت و گفت شما سفارشی ندارید؟ دختر میدانست پول زیادی همراهش نیست. گفت چای اگه ممکنه؟ و انگار زدای خودش را از سیاره دیگری میشنید. پسر گفت ما چای رو با کیک سرو میکنیم. چه نوع کیکی؟ دختر پول برای کیک نداشت وگرنه کیک شکلاتی دوست داشت. چشمان پسر رنگ همه شکلات های خوشمزه دنیا بود. گفت من کیک میل ندارم. پسر بینمکی از همکلاسیاش گفت خسیس نباش. تو بگیر ما برات میخوریم. همه خندیدند جز پسر قد بلند موفرفری که داشت به جایی در دور دست نگاه میکرد. انگار آن آدم ها وجود نداشتند. گفت بالاخره دختر گفت ممنون من چیزی میل ندارم. پسر رفت. بچه ها گفتن خسیس. دختر گفت خب کیک دوست ندارم. ولم کنید. اصلا من نمیخواستم بیام. شما اصرار کردید. و ساکت شد و به پیشخان روبرویش خیره شد. پسر قد بلند موفرفری همه کار میکرد. قهوه درست میکرد. آب پرتقال را در لیوان میریخت. دختر با خودش گفت خیلی شبیه شوالیه های قدیمیه. تند و فرز و باهوش. اینجا چه کار میکنه؟ الان باید در میدان جنگ باشه. پسر دیگری سفارش ها را آورد. یه چای و کیک شکلاتی اضافه بود. بچه ها گفتن این مال میز ما نیست. پسرک گارسون گفت رئیس گفته مال این خانمه و دخترک را نشان داد. امشب مهمون کافی هستند. دوستانش با صدای بلند خندیدند. دختر سرش گیج رفت. شوالیه او را مهمان کرده بود؟ چرا؟ چه شوالیه سخاوتمندی؟ خوشمزه ترین چای و کیکی بود که در عمرش خورده بود. چقدر هم گرسنه بود. آخر, آخر کار که همه به شلوغ کاری مشغول بودند، دختر جلوی پیشخان رفت. رئیس موفرفری شیک پوشت داشت با گوشی اش حرف می زد. یه حلقه مویش روی پیشانی اش ریخته بود و دختر بی اختیار یاد آرش کمانگیر افتاد و نمیدانست چرا. فقط گفت خواستم تشکر کنم. پولش براتون میارم. رئیس گفت خواهش میکنم. لازم نیست. ما هر هفته یه نفر رو تصادفی مهمان میکنیم. امشب قاره به شما افتاد. چه کسی از شما بهتر؟ صدای سینا حجازی بلند بود. دختر با خود گفت من کجا؟ مجنون کجا؟ دختر تشکر کرد. میخواست برود. دلیلی برای ایستادن نداشت اما ناگهان نفس بلندی کشید و گفت من اینجا مهندسی برق میخونم هفته دیگه با دوستای دیگرم میام از شرمندگیتون در میام آی لیلی آی لیلی موسیقی ادامه داشت مدام تکرار میشد پسر لبخند خاصی زد چهره مغرور و عبوس و جنگجویش کمی مهربان شد گفت کافه پدرمه هم کار میکنم هم اینجا یک کم پول در میارم خوشحال میشم بیاید. راستی کیک شکلاتی خوب بود دختر گفت از کجا می دونستید شکلاتی دوست دارم پسر گفت رنگ گل سرتون دختر بی اختیار به سنجاق سرش که روی آن یک گل شکلاتی بافتنی بود دست داد و گفت فقط خواستم بگم مرسی دیگه هیچی و خیلی چیزها دلش میخواست بگوید و رویش نمیشد. مثلا دوست داشت اسم پسر را بپرسد. حتما یه اسم اساتیری داشت. پسر با سر جواب دختر را داد. گوشیش دوباره زنگ خورد. دختر رنگ شلوار لی پسر را دوست داشت و فکر کرد شوالیه با شلوار لی جالب است. یک هفته منتظر بود که با دو دوست دختر صمیمیاش به کافه بروند پولهایشان را جمع کرده بودند این بار جوان قد و کم موی سفارش ها را می گرفت. دختر داشت حالش بد میشد. شوالیه کجا بود؟ چرا غلامش را فرستاده بود؟ شوالیه چه شکلاتی که نبود پس او هم گرسنه نبود. دوستانش گفتند چی شده؟ تو خواستی بیاییم؟ بالاخره دخترک دل به دریا زد و گفت اون دفعه یه آقای دیگه سفارش ما رو گرفت. موهای بلندی داشت. قد بلند. پسر کوتاهقد گفت یکی از شرکای ما بودن. متاسفانه فوت کردند. ظاهرا قرصا به ایشون نساخته بود. دختر جیغ زد. کی؟ چند شنبه؟ پسرک از واکنش دختر ترسید. گفت چهار روز پیش خانم دیروز سومش بود چطور میشناختیدش دختر از پشت میز بلند شد به طرف آشپزخانه دوید کسی داد زد آی خانم اونجا ممنوعه دختر میان دود غریض آشپزخانه شوالیهاش را دید سهرا بود پسر رستم دستان سیاوش بود میان آتش آرش کمانگیر بود در حال کشیدن کمان و پرتاب آخرین تیر خود و نفس آخر اینجا بود دختر نفس راحتی کشید اینجا بود زنده بود دود قلیز سیگار و مواد دیگر چهرش را پنهان کرده بود ولی مو و اتکلون تلخ خودش بود یک لیلی پروتزی هم کنار پسرک نشسته بود و دود سیگارش را به شکل حلقه حلقه از بینیش بیرون میداد با موی زرد کاهی دخترک با سادگی و شادی کودکانه ای گفت چرا گفتند مردید شما داشتم سکته می کردم پسر لبخندی زد و گفت هر هفته یکی اینجا میره یا می میره این بار قرعه به نام من نبود یه بنده خدای دیگه بود چند تا چیز ناجور رو با هم خورده بود. ریغ رحمت رو سر کشید. دخترک گفت این که شما میکشید سیگاره؟ ببخشید ولی چه بوی بدی داره. برای شوالی ها خوب نیست. باید مراقب خودتون باشید مگه چند تا از نسل شما مونده؟ اینو گفت و رفت. صدای خنده دختر پروتزی را پشت سرش شنید. شوالیه؟ دختر خول به تو گفت پاک قاطی بود اینو دیگه از دکان کدام عتیقهای پیدا کردی نسل شما نسل شما مگر کیست نسل ماموت های منقرض شده مثل خودت خول مشنگ بود و دوباره دودو از بینش بیرون داد و خنده هیستریکی کرد تکرار کرد شوالیه و باز خندید ولی پسر مو بلند اصلا نخندید. سیگار را خاموش کرد و جدی از جایش بلند شد. از آن روز پسر هزار بار دانشکده مهندسی برق را زیر و رو کرد تا دخترک ساده مغنه کج را پیدا کند. حتی نامش را نمیدانست فقط میدانست آن دخترک او را شوالیه صدا کرده بود. در صورتی که همه به او از کودکی بیورزه و خنگ و نفهم و یا بنگی میگفتند. بالاخره پیداش کرد. دختر داشت کنفرانس میداد. پسر صبر کرد. دختر که از کلاس بیرون آمد پسر کمی خجالت زده سلام داد و گفت آن سیگار بدبو رو گذاشتم کنار. اومدم بگم. یادم رفت چی میخواستم بگم. خیلی گشتم پیداتون کردم. راستی وقت دارید این هفته بریم کوه؟ از بچگی نرفتم. اگه دوست داشته باشید و نمیدانست چرا از بین این همه لیلی جلوی این دختر ساده معمولی با مغنه کج و ابروهای نامرتبش حل کرده. دختر گفت نمیدونم باید از مادرم اجازه بگیرم اما گمانم با کوه مخالف نباشه. ورزش دیگه؟ البته اگه خودشم با ما بیاد ایرادی نداره. معمولا او پایین میشینه. پسر گفت چه خوب بعدش ستایی چای زغالی میخوریم. اونجا کیک اجباری نیست. در دانشگاه همه به پسر خوشتی په قد بلندی نگاه میکردند که شروار لی پوتین آخرین مدل خارجی و موهای بلندش به دانشجویان آنجا شبیه نبود. انگار درست همان لحظه از کره مریخ وسط دانشگاه آنها پرد شده بود و داشت با درس خانترین بانوی دانشجوی مهندسی برخ حرف میزد. دختر گفت مثل فیلم سینماییه همه به شما زل زدن. گناهیم ندارن. حتما تا حالا شوالیه ندیدم. اونم با شلوار لی و جلیقه مارکدار. مطمئنم. حتی فیلم بنهور و اسپارتاکوس رو هم ندیدن. شوالیه های قدیم. پسر گفت راستش منم ندیدم. و لبخند شیرینی زد. شیرینتر از تمام کیک هایی که تا کنون سرو کرده بود. شیرینتر از تمام کیک هایی که دخترک از کودکی تا به حال خورده بود. دخترک حس کرد آن لحظه مزده ی همه کیک های جهان را میفهمد. داستان بعدی من روزی 1780 بار نگاهت می کنم. امروز شمردم. شد 1780 و و بار. مگر می شود آنقدر به کسی نگاه کرد و طرف نپرسد بله چی شده خانم مشکلی دارید چرا هی به من نگاه میکنید؟ ولی او نپرسید به نگاه کردن مردم عادت دارد. گاهی با خودم می گویم چطور می از زیر بار این همه نگاه زندگی کند. بعد میروم کنارش می نشینم. می گویم من که چیزی از تو نمیخوام خودت میدونی یه سقف یه سرپناه یه قالی قرمز یه سفره چند تا بچه قد و نیم قد یه مرد خونه اگه لطف کنی یه کادوی کوچولو هم بد نیست مثلا یه علنگو علنگو خوبه آدم دستشو که تکون میده جیرینگ جیرینگ صدا میکنه دوست دارم نه البته باید دو تا باشه که صدا کنه. حالا دو تا بگیر عزیز. چی از بزرگیت کم میشه؟ میدونی من باید یه اعترافی به تو بکنم. من اصلا به دخترم نمیگم میام اینجا پیشت. میگم کار دارم. بده. دروغ نمیگم به خدا. فقط راستشو به او نمیگم. میترسم باز دعوام کنه. بگه برای چی رفتی خودتو کوچک کردی؟ او که به حرفات گوش نمیده. راستی گوش نمیدی؟ خوبم میدی میدونی چقدر نگات میکنم؟ پس میدونی دوستت دارم امیدم توی راستی امروز اقدس خانم مثل دیوونه ها با من دعوا کرد میگفت آب لجن رو عمدی ریختم در خونشون عمدی نریختم اومدم بریزم تو جوب یک کم شتک شد روی, روی در اونا به من چه که تازه درشون رو رنگ کردن. در خونه ما خیلی کهنه شده. پوست پوسته شده. من تنهایی پول ندارم رنگش کنم. اگه تو یکم بتونی برام پول جور کنی رنگش میکنم. پول زیادی نمیشه. نه. اول دندان خرابم رو درست میکنه. آب سرد میخورم تیر میکشه. گوشتم نمیتونم بجوم. البته اگه یکم پول به من بدی قربونت برم اول یه پیرم برای خودم میخرم داره عید میشه من هیچی ندارم این پیرن رو تنم میبینی؟ دو سال با این میام پیشت نخ نما شده خجالت میکشم به خدا جلوی تو ولی میگم تو برات مهم نیست آقایی ظاهر بین نیستی منو همین جوری قبول داری اما صابخانه چی؟ او اجارهشو میخواد همش به اون میگم آقام ببین آقامو ببینم پولتو میدم اما تو به روت نمیاری فدادشم خب آدمی زاده خرج داره زن تنها دو برابر خرج داره حالا اگه یه دخترم داشته باشه گفتم دختر باید ببرمش دکتر استخوان همش پادر داره بیمه هم نیست که این دکترای تخصصی هم قد خون باباشون پول میگیرن یه چیز دیگه هم به تو بگم من شبا میترسم از انبار یه صداهایی میاد دخترم میگه موشه ولی من گمونم بزرگتره هر چی هست ببینمش قش میکنم پول سنپاشی ندارم یعنی ممکنه یه دزد قلتشن در خونه ما قایم شده باشه ما که چیزی نداریم ببره دوست داشتم شبا منتظر بودم میومدی خونه روی قالی قرمزمون ستایی با هم شام میخوردیم. من و تو دخترم. راستی چی دوست داری برات بپزم؟ ماکارونی خوبه؟ عاشقتم. ماکارونی که سهله. بگو کباب. فقط پول گوشتشو ندارم. بعد من؟ بعدش من سرمو میذارم رو شونت. راحت میخوابم. دیگه خواب بد نمیبینم. زن نمیدانست چه کسی بیدارش می کند. مادر جان، مادر جان، بیدار شو. اینجا جای خواب نیست. برو خونتون بخواب. میخوایم در رو ببندیم. زن گفت، اما آقام هنوز عقبم نیومده. زن دوم گفت کجاست؟ گفت کمونم خوابه. زن دوم گفت ما معموریم. باید در رو ببندیم. بیرون منتظرش باش زن کفشاشو پوشید یه بار دیگه نگاش کرد و گفت منو نمیرسونی؟ نه نمیتونی خوابت میاد باشه من برم الان صدای دختره در میاد ببخشید دو هزار تومن بیشتر ندارم و رو میخوام برای خانه یک کم برنج بخرم ببخشید کمه دو تومن و همونجا گذاشت دم در مکسی کرد و گفت یعنی yani, چه خوابی میبینی خیلی دوست دارم بدونم دوست دارم در خوابت با تو قدم بزنم خیابان تاریک بود کوه این ساعت خلوت میشد هیچ ماشینی نبود زن را با آن پول کم به خانه کوچکش برگردانه. برگشت زن دوم دم در گفت پ چرا برگشتی گفت اگه بذارید امشب این گوشه بخوابم. به خدا کاریش ندارم. فقط از دور نگاش میکنم. امروز 1780 بار نگاش کردم. بازم نگاه میکنم. تا صبح بشه پنج هزار بار. خوبه؟ زن دوم گفت نمیشه. بیرون. باید در ببندم. باد سردی زیر پیراهن زن وزید. سردش بود. لباسش کافی نبود. روی قبرها نشست گفت داشتیم آقا درسته به تو دروغ گفتم غلط کردم دخترم عروسی کرد و رفت به من سر نمیزنه وقت نداره اما من که عاشق مرام شما هستم ده سال همه جا میگم آقای منی سرور منی چرا بیرونم کردی؟ من این ساعت کجا برم؟ نصف شب میرسم خونه باز اقدس گیر میده برنجم نمیتونم بگیرم بستن دیگه در خیابان بود دست در جیبش کرد تا مطمئن شود ده هزار تومانیش آنجاست تعجب کرد چند تا ده هزار تومانی در جیبش بودن مطمئن بود که فقط یکی داشت خدا را شکر کرد و گفت مرسی آقا جانم میدانستم حواست به من هست تو گذاشتی جیبم؟ فردا باز میام نگات میکنم زن با چادر سیاهش در شب گم شد. زن مسئول امامزاده آخرین جارو را کشید و گفت بیچار پیر زن ده سال عاشق این امامزاده است. خدا هیچ کس رو تنها نکنه. خوب کردم اون پول با اجازه آقا گذاشتم در جیبش. مگه نه آقا؟ راضی نبودی یه زن که ته این وقت شب با جیب خالی بیرون بره. میگم شما به من گفتی پول رو از داخل دخل امامزاده بذارم در جیب او آخه یه صدایی در ذهنم گفت این کارو بکنم من هیچ وقت از این کارا نمیکنم میگم آقا حواست به او هست خوش به حالش داستان بعدی محسن دلم درد میگیره از صدای زنگ تلفن بیزارم خیلی بلند است منو یاد آژیر قرمز میندازه هممون در اتاق وسط جمع می شدیم. نبود ولی دست کم پنجره نداشت. پدر قل هوالله می خوند. مادرم فکر پختن شام بود. برقا رو برده بودن. من و همه دوستام گیشا زندگی می کردیم. حتی اون پسره که کلاس اول دبستان همش گیس بافتم و میکشی. مادرش معلم من بود. پسره هی دماغ می شد. نمی دونم چرا. هر صدای بمبی که میافتاد روی سر گیشا خونه قدیمی ما میرفت هوا من دست خودم نبود جیغ میزدم بقیه میگفتن ساکت دیوونه شدی من با خودم میگفتم امروز شاید بمیرم همین الان مثل دوستم که هفته پیش مرد پدرم بعد از بمباران رفته بود در خونهشون وقتی اومد هیچی نگفت غذا هم نخورد فرداش بچه ها میگفتن خون همه جا پر بود. اعضای بدن رو می کشیدن بیرون. جای دوستم گلایول سفید گذاشتیم. جلوی من می نشست. گلایول نمیذاش معلم رو ببینم. با خودم گفتم اگه الان بمیرم هیچ وقت نمیتونم به محسن بگم چقدر دلم برای خون دماغاش می سوخ. رو پوش پسرا سفید بود. پیراهن سفید محسن از خون قرمز می شد. هیچ دستمالی نبود اون خون بند بیاره. مادرش معلم کلاس چهارم بود. صداش میکردن به زور دو تکه پنبه میچه پون در بینی محسن. اما باز خون میزد بیرون. گردنش پر خون میشد. گریه نمیکرد. انگار از هیچی در دنیا نمیترسید. حتی وقتی که به جای بیست هجده میشد و مادرش جلوی همه ما میخواباند در گوشش. یک بمب دیگر. مثل اقل کلنگ میرفتیم هوا. گیشا در یک روز چهار تا بم خورد و روزهای بعد نمیدانم چرا میترسیدم محسن از این صداها باز خون دماغ شود حالا دیگر نوجوان بودیم بی خبر از هم بچگی ها که یک مدرسه می رفتیم رقیب بودیم به من می گفت منگول جواب نمیدادم. یه دستمال قشنگ براش دوختم برای وقتی خون دماغ می شد چارم دوستان بودیم جنگ نبود نمیدانستم چه جوری به او بدهم با خودم میگفتم خدایا هیچ وقت منو مادر نکن چرا مادرها بد اخلاق هستن حالا هیچ گرفته چرا جلو ما میزنیش دستمال گذاشتم لای کتابش فکر کرد یه دختر دیگه گذاشته گوشه دستمال گلدوزی قلب بود دلم شکست اما به روی خودم نیاوردم از مدرسه که داشتیم میومدیم به من تنه زد. خواستم فوش بدم. گفت مرسی چیستا؟ دستمال تو نگه می دارم. زود زد در چشمانم. گفت ببخشید به تو گفتم منگول. اصلا معنیشو نمی دونم. گفتم منم پرگار, پرگار زیرت گذاشتم. گفت اون نونخامه ای زیرتم کار من بود. گفتم شکل جامدادی تو رو خریدم. گفت دیدم منو دوست داری می میبینمت دست کاندادو رفت ندیدمش مدرسه ها برای تظاهرات تعطیل شد از او بیخبرم جنگ گرفتش یا غربت نمیدونم اشکال نداره به من گفتی مونگول مسنجون. مگه مونگولا کسی رو دوست ندارن برم دخترم خون آخ شده داستان بعدی فرار به میدان مین آفتاب داغ ظهر جنوب چشمانم را درد آورده بود به شبنم گفتم دیگه حوصله سخنرانی شنیدن ندارم بیا فرار کنی شبنم که چند سالی میشد سریال مریم مقدس را بازی کرده بود تمام طول سفر با من بود خرمشهر آبادان، کارون سواری و چند جای دیگر با صبوری به حرف من گوش داد. فرار کردیم. ناگهان وسط نخلستان ها بودیم. به شبنم گفتم آنها که میکروفون داشتند پس چرا صداشون نمیاد؟ شبنم گفت حتما سخنرانی تموم شد و رفتن نهار. گفتم هیچ میدونی کجا هستیم؟ نمیدانست. من هم نمیدانستم. هیچ برنی بشری هم نبود که بپرسیم. تا چشم کار میکرد نخلستان بود و نخل. ناگهان یادم افتاد مسئول تدارکات چه گفته بود. اما جرأت نکردم مستقیم به شبنم بگویم. او مهربون بود و به خاطر حرف من وسط نخلستان آواره شده بود. اما خب باید طوری میگفتم. به او گفتم شبنم بیا کمی بشینیم. گفت نه بیا تا دیر نشده برگردیم و گردم میفهمن نیستیم گفتم نمیتونیم به من گفتن این نخلستان قبلا مینگذاری شده یادم نبود تا همینجا هم, هم شانس آوردیم آرام بود گفت چه کنیم؟ یاد معصومیت مریم مقدس افتادم گفتم به خاطر تو هم که شده پیدامون میکنن با سخنران و نویسنده کسی کاری نداره اما بازیگر رو لازم دارن اونقدر نشستیم تا نهارشون رو خوردن و خوابیدند و قیوت ما رو دیدند و پیدایمان کردند. اونا دیر اومدن به جاش من و شبنم کلی در این چند ساعت از خودمون و سوژه فیلم هایی که میخواستیم بسازیم حرف زدیم و از خیلی چیزای دیگه که هرگز یادم نمیره درد دل زنانه در نخلستان میان دشت مین یادش بخیر همین چند سال پیش بود داستان بعدی شنبه برای شنیدن خبر بعد آمادم گوشی را که برداشتم با همان صدای خابالود همیشگیش گفت کجایی؟ گفتم خانه گفت همین الان خودتو برسون دفتر من گفتم الان دارم نهار درست میکنم گفت الان یه سوژه فیلم نامه به زن هم رسیده که میزنه توی پوز گفتم بازم تو پوز و با خودم گفتم چه علاقه داری همش تو پوز دیگران بزنی؟ یک ساعت بعد از شیب تند سربالایی کوچه دفترشان بالا میرفتم من پیرتر شده بودم یا شیب کوچه های زعفرانیه تندتر شده بود نفس نفس میزدم و حس می کردم که خورشید نصف صورتم را بلیده است. پاهایم به غیر آسفال چسبیده بود. دفتر او آخرین خانه کوچه بود. گفتم لعنت باید سر کوه دفتر می گرفتی. اونم کوچه ای که ماشین داخلش نمیشه؟ نمیدانم چرا آن لحظه صدای قلب خودم را می شنیدم. اگر الان می مردم وسیعت نامه هم ننوشته بودم. نهارم نخورده بودم. و احتمالا چون مدتی بود فیلمنامه هم ننوشته بودم قبرم و در قطعه هنرمندان به من نمیدادند. همین چند وقت پیش گفتن سهمیه قبر داره تموم میشه. نکنه این عزیزی رو که چند روز پیش فوت کرده بود در قبر من خو خوابونده بودن. جوان و محبوب بود. خدا رحمتش کنه اما حالا دختر بیچاره من از کجا پول قبر پیدا کنه؟ در همین فکرها بودم که دختر جوانی در را روی من باز کرد. بی هجاب با گیسوان زرد رنگ عروسک های ارزان چینی. نمیدانستم کیست اما هر که بود همه جایش جز صدایش به نظرم پلاستیکی آمد. مثل توپ پلاستیکی جلوی من قلتید و گفت از این طرف لطفا. راه را بلد بودم. این موجود را چرا دنبال من فرستاده بودند؟ هر کس که او را ترمیم کرده بود کارش را خوب بلد نبود. خیلی اضافات داشت. عرق می ریختم. مانتو به تنم چسبیده بود. گفت می خواید درش بیارید؟ گفتم راحتم. مرا به سمت دیگر حیات برد. گفتم مگه به دفتر نمی گفت نه ایشان در زیر زمین هستن. تمرین آواز دارند. گفتم آواز؟ طوری نگاهم کرد انگار احمقم به زیر زمین تاریک که رسیدیم چیزی نمیدیدم مرد گفت بشین چیستا من الان میام گفتم ببخشید من از کی تا حالا چیستا شدم خانم یسربی خودش و توپ پلاستیکی زدن زیر خنده گفت میبینی سهر برای همین خلوچلیاشته که دوستش دارم میخواستم جواب دندان شکنی بدهم. یاد ماجرای قبل افتادم. گفتم ساکت چیستا؟ تو این فیلم نامه رو می نویسی؟ گفت سهر تازه عمل کرده. نباید زیاد بخنده. فیلم رو می کن. برلین، مونترال همه جوایز رو درو میکنیم. گفتم راجب چیه؟ گفت سهر فیلم رو بذار. گفتم فیلم چیست؟ گفت میخوام نسخه ایرانیشو بنویسی. من و سحر و مرد سه نفره روی کاناپه کوچکی نشسته بودیم و فیلم میدیدیم. سحر وسط نشسته بود و انقدر بی خودی میخندید که من مانده بودم کجای این فیلم خنده دار است. مرد با موهای خودش بازی میکرد. تا حالا فقط بازی کرده بود. آرزوی کارگردانی داشت. هر بار که پروژه ای را شروع میکردیم نصفه رها میکرد و سراغ کار دیگری میرفت حالا هم نمیدانم جریان آواز چه بود؟ گفت نگاه نمی کنی؟ گفتم از این فیلم ها خوشم نمیاد گفت خودم در سفر آخر از چین آوردم. اینجا هنوز کسی ندیده تازه فضا رو ایرانی کن یک کمم عشق و اکشنش رو زیاد کن گفتم عشق؟ این که پرد بیماری روحیه عشقش کو گفت تو کاریت نباشه این میفروشه با چند تا از بچه ها حرف زدم یه تیم توپ بستم سهر باز از خنده قش کرد گفتم ببخشید من فیلم نامه می نویسم نمیرزا بنویس و خواستم بلنشم که دست محکم سهر مرا سر جایم نشان کجا؟ اول فیلم بعدم قرار داد هم درد گرفت دست یک زن آنقدر قوی و درناک داشتم از لبه کاناپه میافتادم. جا نبود به هم پرس شده بودیم فکر کردم اگه اونا مرو اینجا بکشن کسی خبردار نمیشه سهر با خنهای بلند لاک زده سیاهش مشتی دیگر تخمه برداشت مشتی هم روی مانتوی من ریخت بشکم نگاه کن حال میده مرد گفت سخت نگید چیستا؟ تو یه شبه می نویسی. منم به تو نقد میدم. سالن تاعت که به تو نمیدن. درسم که میدی به زور پول تاکسیت در میاد. خب چرا خودتو لوس می کنی؟ سهر چنان بیتابی می کرد که می ترسیدم بلند شود از هیجان لپتاپ و بشکنه. رژ لبش با تخمه ها اطراف دهانش مالیده بود. مرد گفت سهر هم نقش پیتر رو بازی میکنه صدام خروسی شد سهر برای چی؟ پیتر که مرده گفت سهر تازه عمل کرده یه اوم مرد بوده میدونه مرد بودن یعنی چی؟ سهر گفت تخمه بشکن الان جای حساسشه او را با سبیل مجسم کردم کنای یک مرد نشسته بودم دلم برایش سوخت چقدر ذوق داشت ولی این فیلم من نبود به سمت در رفتم گفت بود مرد گفت چی فکر کردی؟ از دفعه پیش به من بده کاری قول دادی فیلم بعدی تلافی کنی مچ دستم را کشید هلش دادم کیفم را چنان کشید که بندش پاره شد موبایلم صدا کرد یک عکس فرستاده بودم. اول فکر کردم عروسک است اما یک بچه بود حدود دو سال به پشت افتاده بود مرده بود خیس انگار خواب بود خفه شدن زیر آب حتما درد دارد کوچولوی تفلی مرد جلو آمد گفتم ببین اون بچه مرده گفت برو بیرون یک کم نفس بکش اما برگرد میدونم شنبه چک داری نصفشو الان میدم کنار دیوار حیات نشستم حس کردم زیر آبم نمیتوانم نفس بکشم سهر داد زد گندتون بزنه منم آدم هستم آخه فیلم چی شد پس؟ فیلم را با تصویر بچه مرده شروع میکردم.